بفرمایی نوش جان. شراب ناب تفلیزه. بفرمایی گوارای وجود. یادتون باشه شراب خوب مخصوص تفلیسه. با اعتبار شراب تفلیس آفانست. آه جنرال، آی پسر مهمون ویژه داریم. بفرمایین جنرال، بفرمایین. پسر بجم. بجم پسر. در وضعیت خوبی نیستیم. باید تجدید قوا کنیم. به سن پترزبورگ نوشتم اگر ترتیب اثر ندین شکست سختی در انتظار قشون امپراتوری روسیه است. تفلیس سوچنگ ماست جنرال. حتی ایروان و گنجه هم تحت اختیار سالدات‌های روسه. تبریز. نبض حکومت تهران در تبریز میتپه. من فقط رو تبریز متمرکز میشم. قوای جدید باید تا فردا برسه. اینم شراب ناب تفلیس با سوپ محلی. بفرمایید جنرال. مارشال. نیارال عزیز. علی جناب منو عفو کنید، گوشای تیزی دارم، دست خودم نیست. بفرمایید. تفرنه رو آوانست، تو همیشه کلت کار میکرده. از اون محموله شراب که برای تزار فرستادی فهمیدم، چون بعدش تزار وعده دایر کردن میخانه در سن پترزبورگ رو به تو داد. که امپراتورم هیچ وقت به وعده خودشون عمل نفرمودن. ولی من این وعده رو به تو میدم. حالا چی میخوای بگی؟ یه قاطر که بارش پسته و بادون متنقلاته، همراه یه دورگر که اسمش آوانسه، شبانه به اردوی قوای ایران سر میزنه. ایرانی عاشق تنقلاتن. مشتی به هر سرده سرباز و بعدش اعتماد و مرحله آخر. مرحله آخر رو نمیگم، ولی بعدش نوبت توپخانه شماست جنرال. و بعدش سن پترزبورگ برای آوانس، برای تأسیس یک میخانه عظیم و باشکوه. این دفعه به تضمین من. کیمدی؟ کنار رودخونه پیداش کردیم. این یکی دورگرده. قرداش، اینجا منطقه نظامیه. متوجه شدی؟ منطقه نظامی. اگه دلت به حال خودت نمیسوزه، لااقل دلت به حال اون اسب بیچاره‌ت بسوزه. داشتم عبور میکردم حضرت اشرف. نمیدونستم اینجا منطقه نظامیه. یک کالای گران برای یک بازرگان در تبریز برده بودم، حالا میرفتم پولشو تصفیه کنم. حالا کجایی؟ مهاجرم. از عرس اومدم، از اون طرف عرس. دستاشو باز کن. دست شما درد نکنه. بفرمایین. دورگرد، ما پولی نداریم بابت این تعارفت بپردازی. مدعی نشی که آذوقه یه قشونو دادی. پول نمیخوام، فقط یه امشب و پناه بدیدین گوشه کنار اتراق کنن. بفرمایین. الان تنقلات نیسته، فقط یک امشب و میتونی اینجا اتراق بکنی. یادت باشه فقط یک امشب. نمک نداره. بفرمایید.
باروت اولا؟ از باروت گرمتره، سوزنتره. قهوه اصل تفلیسه. اگه یه دیگه بزرگ به من بدین به همه میرسه. قهوه دوست ندارم. آب زرشک داری؟ شرمنده هم. زرشک. همه تون گوش کنید، امشب قهوه خورون دارید، من میرم بخوابم. اگر خبری شد بیدارم کنید. قهوه اصل تفلیسه، بفرمایید. نفر بعد. نوش جان، نفر بعد. بفرمایید، نفر بعد. میخوام یه داستان تعریف کنم که اصلا چی شد از تفلیس فرار کردم. وقتی قشون روس تفلیس رو گرفت، زن و بچه من توی حملات توپخانه‌شون کشته شدن. من هم اسیر شدم. مدتی در اسارت بودم تا اینکه عموی خدا بیامرزم منو از یه افسر روس خرید. من هم یه اسب از یه مزرعه دزدیدم و فرار کردم این طرف آرس. بعد با یه بازرگان اهل تبریز آشنا شدم. اون به من جنس میداد، من میفروختم. تا آوانس داره علامت میده. موفق شده. بگو توپخانه آماده باشه. ولی جنرال، آوانس هنوز از اردوگاه خارج نشده. من اونقدر ابله نیستم که بخوام برای اون پیرسگ در ناف سن پترزبورگ یک میخانه افسانه‌ای دایر کنم. اونم زیادی نکرده مارشال. دستور حمله بده. سربازا، به فرمان من! آتش! مراشید! مراشید رو هم بشنی کنید! آتش! آتش! شبیش خوبی دارن چرا یه چی خوابیدی نامه؟ شبیش نرم، محسن نزنید، من اینجا گیر کردم، محسن! آتش! برای شده من بشونی کنید! به ما خیانه شده سردار! چی شده؟ قهوه ها خواب‌آور بود، سربازا همه بیهوش افتادن! چه پای آقلی پیش شدم! آتش! آتش! آتش!
نگران نباش حضرت بالا. من هنوز زنده هم نایب السلطنه. 7 دیگه هم جون دارم. اون تفلیسی بی شرف توی قهوه چیز ریخته بود. همه یه سربازا به خواب رفته. به ما شبی خون زده. باید تلافی کنیم. با کدوم آزوغه؟ با کدوم مهمات؟ با این لشکر پاره پاره؟ نظر علی بیک، قلب سپاه رو شکافتن. اون پدر نامردا همه چیز دارن، افراد دارن، آزوغه دارن، مهمات دارن. آخه اینجوری هم نمیشه دست رو دست گذاشت. دارن محال قفقاز رو تصرف میکنن. خدا این چه بلایه. حسابمون با کرام الکاتبینه. هیهات بابا خان، هیهات. حضرت والا، حضرت والا، راپورچی الان خبر داد مقصد بعدی پاسکوویچ قلعه شوشاست. افراد ما در قلعه شوشا تا به مقاومت ندارن، تعدادشون خیلی کمه. اگه اجازه بدید با یه فوج بریم کمکشون. یه فوج سرباز بردار و برو. بله بله، برو. خدا کمکمون کنه. قلعه شوشا اینجاست، محل اردوگاه ما. اینجا قشون روس باید قلعه رو دور بزنند. یک فوج از پشت، یک فوج از مقابل، همزمان یورش میبرند و یک فوج با من میمونه تا بر عملیات توپخانه مسلط باشیم. تعدادشون خیلی کم. خبر دارم همین امروز صبح یک فوج سرباز به قلعه ملحق شدن. در نهایت توپخانه ما برای کل قلعه کفایت میکنه، اما من توپخانم رو به خاطر 4 سرباز ایرانی فعال نمی کنم. هر گلوله سربی برابر 5 سالدات روسی برام ارزش داره. فردا حمله می کنیم. Thank you.
مارشال خداویچ. جنرال، قلعه در اختیار شماست. گودویچ، küçelere susup mişem yar gelende toz olmasın yar gelende toz olmasın General Durishov. General. با تمام قوا به ضرب گلوله، توپخانه، سرنیزه به طرف تبریز پیش میریم. با تمام قوا. یا بزم بزمی که حرب میطلبه حرب رزم میطلبه نه بزم چه توفیر میکنه فاصله بزم تا رزم یه پرچم سفید رنگه تو با کدومش مانوس تری لباس بزم رزمو گرفتار میکنه این شال و این شمشیر میخوام بگم اما زبونم یاری نمیکنه چه کنم افتادم از این مصیبت عاجزم از گفتن این مصیبت نامه بگو حقیقت و صاحب دل از مصیبت نامه گفتی چی اومده به سر سردار آذربایجان زخمی شده سردارم؟ برای زخم که مصیبت نامه نمیخونن زخمی که شهادت میده از خونی که وطن طلب کرد شرم نکن سردار از گفتن حقیقت از گفتن مصیبت نامه شرم کن از این که اون رفت و ما جا مانده در سریا بزمی برپاست و جنگ در زمین جا مانده در بزم ما ساز عزا سر میدهد دلاور رفت حضرت والا پیکرش کجاست؟ قلعه شوشا روسا قلعه رو ترک کردن میریم شوشا
مهدی قلی جان، قارداش مبارکت باشه این شهر. میدونم صدامو میشنوی، کسی نمیدونه، ولی خدا میدونه. آرام میاد به ناموس سردارم نظر بندازم، حتی یه سردار مرده. اون آتش سوزی ساختگی بود. آبرو تو این ملک خیلی مفت شده. هر تنابنده که بخواد خلاف نظر راه بره آبروشو می‌ریزم. من اون کارو کردم که آبروی عباس میرزا میون ملت ایرانی و آذربایجان حفظ بشه. میخوام تنها باشم سردار، تنها بذارید. دشمنان شما میخواستن از حضور من و فقدان لاچین خان استفاده کنن، اعتبار شما رو لکه دار کنن، میخواستن آبروی شما رو بریزن، ولی خدا آبروشون رو ریخت. توی این سالها من شما رو زیر نظر داشتم. لاچین خان به شما وصیت کرده بود که مراقب من باشید، اما من حس کردم روزگاری شده که من باید مراقب شما باشم. من آب شدن شما رو توی قفقاز دیدم و جاری شدنتون رو توی رودخانه ارس. من زش کشیدن شما رو دیدم سردار، همه چیز رو دیدم. Thank you.
دلم گرفته آقا. هر وقت دلت گرفت سردار استغفار کن. هر وقت از غیر خدا خوف کردی استغفار کن. و هر وقت توکلت رو از دست دادی استغفار کن. من باید برگردم به نجف اشرف. مدتی در قزوین اقامت میکنم ولی بر میگردم. اما قبل از رفتن خواستم توصیه ای رو از این پیر معمم پذیرا باشی. این اعتبار و مقبولیت شما نزد ملت مسلمان ودیعه است از طرف خداوند. مراقب اکناف باشید، نگذارید حیثیت شما رو ملعبه قرار بدن. کفار انگلیسی میخوان به هر طریقی به محارم شما رخنه کنن. بنده خبر دارم حتی تعدادی از رجال تراز اول تهران رو با ترفندی بدی فراموسنر کردن. عسکرخان افشار، میرزا ابوالحسن شیرازی به من گفته بودن این تشکیلات چیه که میخواد کل عالم رو احاطه کنه؟ این همون اختیاریه که علما به دولت مردان میدن. همینو و سلام. حضرت والا، نظر علی بیک درگیری سختی بین قوای ایران و روسیه در گرفته. قوای ما؟ جنگ متوقف بود. کدوم قوا؟ کدوم فرمانده؟ به اجازه کی؟ صدر اعظم الله یارخان آصف الدوله از طرف شاه با یه قوای 10,000 نفری به قشون روسیه حمله کرده. جنگ دست ماست. چرا اول در تبریز مستقر نشده؟ فرمانده خشون آذربایجان منم. مردک سر خود حمله کرده. ما در تدارک شبیخون بودیم. همه رشته ها پنبه شد. دستور چیه قربان؟ باید صبر کنیم ببینیم این صدر اعظم افسار سر خود چه غلطی میکنه.
وطنم این شکوه پا.